کمیسیون ملی حقوق بشر درباره کشتار شیعیان نیجریه در سالهای 2014 تا 2018 میلادی تحقیق می کند. این کمیسیون قرار است درباره کشتار غیرقانونی 492 شیعه به دست نیروهای پلیس و ارتش نیجریه در طی چهار سال گذشته تحقیقاتی را آغاز کند. فمی فالانا وکیل حقوق بشر در نیجریه شکایت نامه ای را به کمیسیون ملی حقوق بشر ارائه داد و این کمیسیون در نامه ای که به تایید و امضای والری دورا یکی از اعضای این نهاد رسیده است به این شکایت پاسخ داد. به گزارش شیویوز دورا در این نامه نوشته است این شکایت حقوق بشری مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیقات در این زمینه آغاز می شود و به اطلاع خواهد رسید. فلانا در شکایت نامه خود آورده است با وجود وظیفه‌ای که بر عهده دولت فدرال برای احترام گذاشتن به حقوق هر یک از افرادی است که در نیجریه زندگی می‌کنند، ارتش و پلیس حقوق شیعیان این کشور را به طور سیستماتیک نقض می‌کنند. در این نامه آمده حقوق نقض شده شیعیان شامل آزادی فردی، آزادی بیان، آزادی مذهبی و آزادی اجتماعی است. در چند سال اخیر نیروهای امنیتی نیجریه به ویژه در ابوجا و کادانا درگیری های شدیدی با شیعیان این کشور داشتند. گروه های بین المللی و داخلی حقوق بشری این کشتارها را محکوم کرده و خواستار پیگرد قانونی سربازانی شده اند که در این کشتار دخالت داشتند.